زمین تخته یا گرده؟ شاید باور نکنید، اما هنوز افرادی هستند که نه تنها گردش زمین به دور خورشید را قبول ندارن، بلکه اونا میگن شکل زمین مثل یه سکه مسطحه و ما در مرکز جهان قرار داریم. از نظر زمین تختگراها، زمین یه صفحه گرد و بزرگه که در مرکز اون قطب شمال و در اطراف اون کوههای یخی به ارتفاع 50 متر وجود داره، جایی که به نام قطب جنوب میشناسیم و کارشون نگه داشتن آبهای زمینه. اونا میگن ناسا از این کوه یخی محافظت میکنه تا آدما نتونن از اون بالا برن و به لبه صفحه زمین برسن. و سالهاست تلاش کردن تا با تصاویر و اخبار جعلی ما رو از دونستن حقیقت دور کنن. روز و شب در یه زمین تخت چطوری ایجاد میشه؟ به اعتقاد زمین تختگراها، خورشید و ماه از زمین کوچیکترن و 51 کیلومتر قطر دارن و در ارتفاع 4828 کیلومتری از سطح زمین قرار دارن و با حرکتشون رو صفحه شب و روز رو به وجود میارن. همچنین زمین یه گنبد بزرگ تو آسمون داره که ستاره ها در ارتفاع 4988 کیلومتری در روی اون قرار گرفته. پس فصلا چطور به وجود میان؟ خورشید در یه مدار مخروطی شکل در طول یک سال جابجا میشه. زمانی که خورشید از قطب شمال فاصله میگیره، در نیمه شمالی زمستون و در نیمه جنوبی تابستون به وجود میاد و زمانی که از نیمه جنوبی به سمت شمال حرکت میکنه، در نیمه جنوبی زمستون و نیمه شمالی تابستون ایجاد میشه. گرانش در زمین تخت چطوری کار میکنه؟ زمین رو میشه مثل یه آهنربای حلقه ای در نظر گرفت که یه قطب اون در مرکز و قطب دیگه در لبه های اون قرار داره. نظر دیگه ای هم دارن که میگن زمین با سرعت 9.8 متر بر ثانیه به سمت بالا حرکت میکنه، به همین دلیلی که همه ما به زمین میچسبیم. همچنین اونا میگن هیچ انسانی نتونسته بره به فضا و همه تصاویری که از فضا داریم دروغی بیش نیستن و دستکاری شدن. اما طرفداران زمین کروی چی میگن؟ یکی از ساده ترین دلایل کروی بودن زمین و ناپدید شدن کشتی ها در افق میدونیم که ابتدا بدنه یک کشتی و بعد دکل اون به زیر خط انحنا میره. اگه زمین صاف باشه باید کم کم دور بشه و کوچیک بشه. تمام سیاراتی که ما میبینیم کروی هستن. چرا فقط زمین باید مسطح باشه؟ دلیلش چیه؟ در واقع جاذبه زمین بر تمام اجسام نیرو وارد میکنه و به سمت مرکز میکشه که این باعث میشه زمین شکل کروی به خودش بگیره. یه یونانی به اسم اراتوستن حدود 100 یا 200 سال پیش از میلاد آزمایشی رو انجام داد. اون توجه کرد که در روز اول تابستون نور آفتاب درست به ته چاهی در منطقه آسوان امروزی در مصر میخوره و این یعنی خورشید درست در بالای آسمونه. همزمان در اسکندریه که حدود 800 کیلومتر با اون نقطه فاصله داشت، نور آفتاب سایه ای زاویه دار رو ایجاد کرده بود. این یعنی نه تنها خورشید در فاصله بسیار دوری قرار داره، بلکه زمین کرویه که چون این حالتی پیش میاد. چند حالت برای اینکه اگه زمین تخت بود. اگه زمین تخت بود، وقتی سایه زمین روی ماه میافتاد به این حالت میدیدیم. اما سایه زمین به صورت گرد توی ماه میافته. اگه زمین تخت بود، درخت‌ها در مرکز صاف و هرچی از مرکز دورتر می‌شدن، کج رشد می‌کردند. اگه زمین تخت بود، همه جای کره زمین یه فصل بود. اگه زمین تخت بود، از همه جای کره زمین صورت‌های فلکی یکسانی می‌دیدیم. اما تو زمین کروی اینو می‌دونیم که هر جای زمین باشید، ستاره‌های متفاوتی رو در آسمون می‌بینید. در زمین تخت هرچی از مرکز دورتر بشیم بارون به صورت افقی میباره و در نهایت اگه زمین تخت باشه باید تمام آبهای زمین در مرکز زمین جمع بشه و یک کوه بزرگ دریایی ایجاد بشه و لبه های زمین بیابونی بودن. نظر شما چیه؟ زمین تخته یا گرده؟